مثل بچه ها راحت و خیلی، حالا مثلا منظورم میفهمی چی میگم؟ 100%. من اگه جای ایشون بودم، یک کشور دیگه بودم، اینها 100% آزادتر، رهاتر، تو لایوار لباسای راحتتر میپوشیدم، تو خیابونا راه میرفتم با این چی مینی جوبای کوتاه و یه دونه رکابی و تو خیابون لایو میگرفتم، حالش رو میبردم. آره دیگه، چیزی که باعث میشه ما نمیتونیم راحت باشیم، این کشور حالا بماند هرچی هست نمیذاره ما راحت باشیم. 100%. من اروپا باشم دیگه من نمیتونی جمع کنی از خیابونا. خب پس تو یه زن خیابونی که اینجا نقش بازی میکنی، اوکی؟ نه به اون صورت نه، ولی خب محدودم دیگه، اینجا محدودیت دارم. اونجا چون میدونم کسی بهم کار نداره، کسی اصلا به من نگاه نمیکنه، لختم برم تو خیابون. به قرآن خب راحت کار دارم. نه به قرآن که کار دارم. اگه همین الان چی ملکه بره ترکیه اینقدر مشتری داره؟ آه اینجا مشتری، مگه بر من مشتری ریخته که بر ملکه بریزه؟ ملکه فرق میکنه، ملکه تو کرج آوازش پیچیده. آقا من اینجا به خدا اینجا ما بیرون میریم سگم نگامون نمی کنه دیگه، بر ملکه مشتری بریزه. پس چرا ترکیه که اینقدر پسرای خوب میکنن؟ چجوری میگی کسی تو رو نگاه نمیکنه؟ تو که زنی، تو که رایگان میکنن چون رایگان. خب مهمیه که بکنن دیگه، حالا چه پولی چه رایگان. نه رایگان که من اصلا رایگان اصلا نمیتونم قبول کنم. دیدی فرشته، ما همه نمیتونیم راحت کون بدیم، ولی تو خیلی خوب مثلا اینایی که خوشتیپن باشون راه میای. خب من آخه دقیقا هر ثانیه انجام نمیدم. من آخرین باری که با یه نفر همینجوری خوابیدم خدا سر شاهده، شاید بهت بگم چند ماه پیش بود. مهم نیست ولی کلن ببین تو الان که از یک دخترم که خب همه قبول دارن که خیلی خوشگلی، از یک دخترم زیباتری، یعنی هرچی که از داری هیچکی نداره، ولی اصلا تو فکر کن 10 سال پیش بوده، کلا خوشگلی خوبی، همونم چجوری تو مثلا با چی فکر میکنی با خودت که یکی بیاد تو رو با اینکه خوشگل باشه؟ مرد مرده دیگه، مرد هرچی باشه. من این جمله رو میگم، حالا شاید بعضی هم مثلا میگم فرشته داره چرت و پرت میگه، یا حالا به خاطر که تو لایو اینجوری میگه، من از منافع خودم هیچ موقع نمیگذرم، ولی گاهی اوقات انقدر یه نفر چشممو میگیره حتی براش میزم میچینم و با افتخار باش میشینم و لذت همو میبرم. خوبه، ولی من نه بابا، من اصلا آبم نمیدم دست این لاشیا. دمت گرم سفره میچینی خانوم. آره من خوشم مثلا خیلی فیوریت هم باشه، سعی میکنم دوستیمو یه جور پایه دوستیمو بچینم، من میرم خونه اون احترام منو داره، اون میاد خونه من، یه دوستی متقابله، چیزی از هم حالا انتظار خاصی نداریم. آخه حالت سیکس فرند میدونی، به این فکر کن که اون مردی که میاد با تو هستش، وقتی که کارش با تو تموم شد، ببخشید، نگاه نمی کنه که فرشته‌ای که انقدر خوشگله، این همه برای خودش زحمت کشیده، با فرشته رابطه داشتم، دود از خونم بره بیرون 1-2 هزاری رم ببینه کونه اونم میذاره. پس وقتی خب که من اینجوریان چه آدم بد نیست سفره براشون پهن کنه. من سفره دار نیستم، من بهترین مردم، من فکرم اینه، تو ذهن من اینه، بهترین مرد دنیام که بیاد بازم نیاز به سوراخ من داره، تا من اوکی ندم اون نمیتونه بکنه. اون مرده که میاد منو انتخاب میکنه، و مردی که تو رو انتخاب میکنه وظیفه داره، حالا چه میخواد خوشگل باشه چه زشت باشه باید خرجت کنه. من همینم، لاغرم، مارمولکم، زشتم، anyway منو انتخاب کرده، خوشش اومده، باید خرج کنه. و وقتی که میدونم اونی که من اومدم منو کرده، این همه برای خودم زحمت کشیدم، به قول دیانا ژل زدم گرون، منو کرده، فردا بلند میشه یک تو کونه خرم میکنه، یه مردم ببینه، پیره مردم ببینه، پیره زنم ببینه میکنه توش، پس چرا من خب اینقدر علیکی توهمی داشته باشم که منو کرده؟ کسکش چون مردان همهشون بیناموسن. آره. میدونی مردان همهشون بیناموسن. حالا من
نظرم بگم، من ببین من جوری با آقایون رفاقت میکنم، اینو جدی میگم، نه به من آسیب برسه، نه به اون نه به دوستیمون. مثلا اونی که حالا منافعم درگیرشه اون به کنار، اونی که باش رفیقم مطمئن باش طرفم آدم آویزونی نیست. مثلا اینکه مثلا بگم با یه آدم که اصلا به درد نمیخوره بچه پلشت مثلا بیارم اینجا براش همه کار کنم، مسلما اگر من برای اون این کارو میکنم، اون هفته بعدش مثلا زنگ میزنه فرشته من فلاجا مثلا حالا سبت کردانی دماوندی مثلا با دوستام جمع شده باخ گرفتیم، خوشحال میشم تو هم بیای و اون احترامشو خیلی میپسندم و دوستیام رو اینجوری نگه میدارم. هیچ موقع به بد نمیگذره. من میکنم براش خواهر چی احترامی، بیا با من تجربه دارم. اون مردی که به هفته بعد به تو زنگ میزنه دوباره میگه بیا من اینجام، چون کون گیرش نیومده. اگر نه آره نه خدا شایده تو گول نزن خودتو. من دیدم یه پسره، من تجربه دارم، یه پسره کباب قد بلند، کیر خوب، صورت خوب، عرب خوشگل، که یک ساعت میکرد آبش نمیومد، اومد منو کرد. و خب خونه ما نزدیک دامتانه، یعنی مرکز شهر، همه بارا دیسکوها جای خونه ماست. کسکش یک ساعت که میومد آخر هفته که اینجا میومد بار، بعدش میومد منو میکرد، خیلی هم خوشگل بود. هفته بعدش که اومده بود اینجا، من دیدم آنلاینه ها، ولی چون کونگیرش اومده بود دیگه به من پیام نداد. بعد هفته بعدش دوباره اومد، کون گیرش نیومد به من پیام داد. ببین آره. اونی که به تو پیام میده دعوتت میکنه، کون گیرش نیومده. آریان به خدا هنوز یه سری مردا هستن که واقعا عاشق رفتار آدم، منش آدم، محبت آدم، و در مرحله آخر بدن و سکس آدم میشن. نه من پرشن رو خیلی دوست دارم، من پرشن رو خیلی دوست دارم. اوکی، پرشن یه نجیب زاده است، داره اینجوری اصلا فکر میکنه من واقعا عاشق پرشنم، ولی مهدا همشون مادر جندن. سوراخ دیوار ببینی میکنن توش، بارو بونت برم سوراخ دیوار. حرف منو اشتباه فهمیدین. الان مثلا آریان تو بخوایی مثلا دارم، من اوکی هم، من درست فهمیدم. تو وقتی بخوای با احترام با مرد رفتار کنه، اون مردم با تو با احترام رفتار میکنه، اما اون احترامش فیلمه. اگر بهتر از تو گیر بیاره، خب با اون بهتر از تو رفتار میکنه. من حرفم اینه، اگر بهتر از تو گیر بیاره، منم اینو قبول دارم، ولی تا زمانی که به من آسیب نرسونه و ما با هم فازی نداریم، مثلا بگم تو نباید با کسی بخوابی، یا ما فقط دوستیم، اون اصلا میتونه جلو من مرد بخواد دوستانه بری بهش بدی، نه نه شما بگایی خانم یه مرد بخواد دوستانه بهش بدی، باید نه نه شو بگه اون مرد چونیه، اون مرد فقط داری تو سراغ دیوارم میکنه فرشته به قرآن اینا رو میتونم. من کلن دست خودم نیست، من انقدر یعنی آروم و چیز رفتار میکنم. مثلا دوستای من میرم حالا با کسی تو اتاق، همه میگن سر فرشته قند بسابید، عروس خانم داره میره تو، من انقدر معاشقم و انقدر لاسیم، دست خودم هم نیست. نه اونی که تو باش نسبتی نداری اوکیه، دمت هم گرم، فازی نداری باش، ولی اینی که ببخشی کون کس گیر گیرش نیاد به تو دوباره پیام بده، این بده. بله این یه رابطه دو طرف است، منم گیرم نیاد به اون زنگ میزنم، اونم گیرش نیاد به من زنگ میزنه، همه ما به هم نیاز داریم. زن و مرد مکمل همن، یا من با یه آقا به هم نیاز داریم، یه مرد نباشه من خب دیوونه میشم. من واقعا به مرد نیاز دارم، من مرد انگشتش میکنم، من انگشت خودم میکنم خواستم، به مردی چیزی ندارم به قرآن ولی نیاز دارم دیانا. من واقعا از بغلی مرد بودن لذت میبرم و دوست ندارم هیچ موقع بدون مرد به زندگی کنم. خب مرد باید مرد واقعی باشه، میدونید؟ اگه
اگه مرد واقعی نباشه فقط با تو باید باشه. نه برای مهم میدونی برای همه نباید باشه. خانم دیانا فرشته لیدا، برای مهم نیست مرد میخواد با هر کسی بره، مهم نیست، ولی منم خر فرض نکنه که بیاد تو محله ما به من اول پیام بده بعد دو دقیقه بعد یه کونه دیگه گیرش بیاد بعد سیک منو بزنه. بابا میشه قانع کنید؟ من اول خودم، من فرشته مگه تنوع دوست ندارم؟ آریم مگه داد نمیزنه من تنوع طلبم؟ مثلا دیانا خب تنوع من طرف نیستم حفیشو. خب مثلا لیدا عاشق تنوع های جور و جوره، پس یه مردم میتونه تنوع داشته باشه. اینو من واقعا میگم، من دوست دارم ما باید تنوع داشته باشیم. آره ما میتونیم داشته باشیم، ما میتونیم زیر هر کیری بخوابیم، ولی مرد نمیتونه تو کونه هر کسی بکنه. نه مرد واقعا من دیگه نمیدونم، من نظر شخصی مو گفتم، مثلا به نظر شما واقعا نه بی احترامی میکنم نه مداخله، من نظرم اینه. ببین اصلا مردا خیلی بی‌ناموسن، اصلا اینجوری نبینشون. آقا که من بی‌ناموس مرد دیدم، بی‌ناموس زن ندیدم. مردا خیلی بی‌ناموسن. ببین مردا الان با تو هم خب و من دوست صمیمی تو هم، منو با تو میبینن بعد میان منی که دوست صمیمی تو هم رو میکنه. خب برای تو یا برای من پیش نیومده به رفیق دوست پسر تو دوست پسرمون بدی؟ نه اومده یا نیومده؟ برای من خیلی نه اومده. استغفرالله برای منی که به قول تو میگه من نجیب زادم مثلا ادا تنگام، برای من پیش اومده، من شده این کار انجام. نه من نمیرم به دوست پسر دوستم بدم، ولی مردم میان دختر دوست دوستش رو میکنن. خب ببین یه چی بهت بگم، زمانی که او راضیه اونم راضیه، خب چرا این اتفاق نیفته؟ خب یعنی چی؟ یعنی لاشی بازیده خیر از اینه؟ چی بگم نمیدونم. یه به من چالا هر کی خواست هر کیو گو کنه نکنه، به هر حال هر کس نگرشی داره به این موضوع. آره نه من نگرشم راجع به خودمون نیست، من نگرشم راجع به مرداست که چونین مادر جندن. میدونی مردا فعلا آدم های خوب نیستن. اشتا درسته مردا فعلا برای بله. دیانا خانوم ملک خانوم فرشته، قبل از که لایو بیام کون دادم، باورت میشه مرد قد بلند کیر خوب فیس خوب خوبم پول داده به من، پولش هم رو میزه هنوز. باورت میشه؟ آره هنوز منو نکرده، میگه میشه برات ساک بزنم. خب رو این مرد چه حسابی میشه باز کرد؟ کونیه دیگه. مردو ببینی، هیکلشو ببینی، حالا مثلا یه کسی مثل آریان کون میده، خب عشقم بهش میخوره کون بده. خدا شاهده من اگه مثلا گنده بودم، هیکلی بودم، مردونه بود بدنم، هیچ وقت کون نمیدادم. ولی وقتی زمینشو دارم، ظریفم، سفیدم، کون خوبی دارم، اینا میدم، مشکلی نیست. هر کی منو الان از پشت الان 1700 نفر منو ببینن میگن خب اوکی این قیافش کونیه میخوره. ولی توی مرد حساب کن، 2 متره، کیرش 3 متره، خودش 100 کیلوه، بعد بیاد کیر من را ساک بزنه. خب چجوری من روی مرد حساب کنم؟